همه سفر اجرای حکمیت بعد از صفین بعد از قرار حکمیت در صفین روز سیزده سفر در بین جمعیت ابو موسا اشعری به امراس گفت تو بیست و معاویه را از امارت خلع کن تا من هم علی ابن طالب را خلع نمایم امراس گفت من هرگز بر تو که عامل ابوبکر عمر بودی و در ایمان و هجرت بر من تقدم داشتی سبقت نمیگیرم ابن عباس گفت ابو موسا پسر نابغه تو را فریب ندهد ولی او به گفته ابن عباس گوش نداد و ایستاد و انگشتر را از دست خود بیرون آورد و گفت من علی و معاویه را از خلافت ازل نمودم و ساکت شد و نشست امرعاس ملعون ایستاد و گفت مردم شنیدید که ابو موسا علی را از خلافت ازل کرد من هم او را از خلافت ازل می نمایم و آن را برای معاویت ابن ابی سفیان ثابت می نمایم که او سزاوارتر است و من به عنوان منصوب کردن معاویه انگشتر به دست می کنم این برای عوام فریبی فوش و دشنام بسیاری به یکدیگر دادند و دست به گریبان یکدیگر شدند و شریح قاضی تازیانهای به سر امر زد ابو موسا از ترس از حضرت امیرالمومنین علیه السلام به مکه پناهنده شد همه این مطالب در حالی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله در غزوه دمت الجندل ابو موسا را از این کار خبر داده بود و فرموده بودند طرفین حکمیت در دمت الجندل گمراهند و گمراه می کنند کسانی را که از آنان تبعیت کنند امیر المومنین علیه السلام پس از این واقع در قنوت نوافل ابو موسا و سه نفر دیگر را لن می فرمودند.